من به این نتیجه رسیدم که علت مرگ بهاموسا دو چیز بوده. اول گرسنگی، حرارت زیاد، فشار فیزیکی، خونریزی داخلی، خستگی و ترسی بوده که به خاطر گذاشتن گونی بر سرش او رو بیشتر آسیب پذیر کرد. دوم اینکه او در چنین حالتی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت که نهایتاً به مرگش منجر شد. یافته های این تحقیق و تفحص ضمانت اجرایی ندارد. دادگاهی که قبلا در این باره برگزار شد تنها یکی از سه سرباز دخیل را محکوم و بقیه را تبرئه کرد. اما نتایج این تحقیق و تفحص به جز توبیخ این چهار سرباز خواستار اصلاح عملکرد نظامیان بریتانیایی شد، مخصوصا آنجا که به بازداشت و بازجویی از زندانیان مربوط می شود.